این کشمر قاتل نیست و همین روحیه انقلابی، همین روحیه عدالت طلبانه و دموکراسی طلبانه است که او را از یه آدمکش، یه قاتل یا یک راهزن جدا میکنه و تلاش پیگیرانه او برای تغییرات بنیادین در وضع موجود مردمی از پیشرو مردم به او اعتماد دارند، اجتماعی و از حرکاتی که از دایره پرورش دموکراتی که اون به دوره خودداری میکنه، مثلا آدم روا نیست، از تروریسم و از تخریب به دوره و حتی به پرورشی که پیشمرگای کردستان در طول جنگ سختی که دشمنان کرد و به طور ویژه جمهوری اسلامی ایران بر مردم کردستان تحمیل کرده، ما بارها شاهد بودیم که پیشمرگها پرنسیپ های دموکراتیک خودشون رو رعایت کردن، حتی در میدان های جنگ به طور مشخص از اسیر کشتن خودداری نمودند. فیلم های متعددی که در تلویزیون کیش پخش میشه، در مصاحبه های متعددی که ما کماکان شاهد آن بوده ایم و دیده ایم و شنیده ایم و خونده ایم که پیشمرگها در عملیات های جداگانه ای، در حرکت های نظامی جداگانه ای که گریبانگیر اونها شده، بعضی ها بودن بهترین رفقاشون رو در همزمان شهید شدن، از دست دادن، ولی افرادی از صفوف دشمن، از نیروهای دشمن به اسارت اونها در اومدند بدون اینکه پیشمرگها کوچکترین تعرضی به جون و به هویت اونها داشته باشند، بلکه در یک اقدام انسانی و در یک راهکار دموکراتیک سعی کردند که به اهداف خودشون، برنامه خودشون و مرام خودشون رو برای اونها توضیح بدن. و در همین راستا فرهنگ سازی که پیشمرگها به عمل آوردند، دفاع از محیط زیست و به کارگیری عقل جمعی از پرنسیپ های پیشمرگ کردستان محسوب میشه که ما همواره شاهد عملی بودن این پرنسیپ ها در میدان های نبرد بودیم. حجاب، اهمیت و جایگاه پیشمرگ در عصر حاضر و در شرایط کنونی که ما درش زندگی میکنیم به نظر شما چگونه است؟ بله، به نظر من پیشمرگ در هر مرحله از مراحل مبارزه اهداف بسیار مهمی رو بر عهده داره. در وضعیت فعلی، در وضعیت فعلی مبارزه، همان پیشگام بودن، پیشتاز بودن، پیشقدم بودن در میدان مبارزه سیاسیه که هدف اصلی و وظیفه اصلی پیشمرگ هست در وضعیت کنونی. به نظر من اگه ما وظیفه پیشمرگان رو صرفا در مبارزه نظامی خلاصه کنیم، ما از شأن و منزلت پیشمرگ در مبارزه سیاسی کاسته ایم. اون روزی که پیشگامان مبارزات سیاسی ملت کرد 65 سال پیش در شهر مهاباد تصمیم گرفتن که یک نیروی ملی مسلح رو تشکیل بدن، هدفشون به هیچ وجه صرفاً مبارزه مسلحانه یا استفاده از سلاح برای به دست آوردن اهداف ملی نبود. هدفشون در واقع تشکیل نیروی منسجم منظمی بود که این نیرو بتونه در جامعه پیشگام باشه در تمام مراحل زندگی و در تمام برهه‌های تاریخی. در وضعیت کنونی که ما و جنبش سیاسی کردستان در آن قرار داره، نیروی پیشمرگ، وظیفه پیشمرگ هماهنگ کردن فعالیت‌های سیاسی، هماهنگ کردن فعالیت‌های اجتماعی، هماهنگ کردن فعالیت‌های فرهنگی و مشارکت جدی در تمامی این صحنه‌های مبارزه سیاسی و مبارزه اجتماعی و مبارزه فرهنگی است. چرا که پیشمرگ، کما اینکه دوست عزیز جناب آقای رشیدی هم اشاره کردن، نیروی صرفا نظامی یا نیروی صرفا در واقع وابسته به سلاح نیست. پیشمرگ همون پیشگام جامعه است و این باعث میشه که در وضعیت کنونی مبارزه اهدافی که جنبش کردستان در پیش روی خود داره برای رسیدن به این اهداف، پیشمرگ پیشگامی کنه، پیشتاز باشه برای رسیدن به این اهداف و متد مختلف مبارزه رو به کار ببره در صحنه های سیاسی، در صحنه های دیپلماتیک، در صحنه های رسانه های گروهی.
در صحنه تکنولوژی، در صحنه استفاده از وسایل ارتباط جمعی و تکنولوژی برای رسیدن به اهداف سیاسی، در تمام این صحنه ها پیشمرگ مبارزه. در واقع اگه ما بخوایم تعریف دقیق تری از وظیفه پیشمرگ داشته باشیم، اینه که وظیفه پیشمرگ مشارکت و در واقع رهبری جنبش سیاسیه. پیشمرگ نیروی مبارزه، نیروی سیاسیه، و این نیروی سیاسی در تمام مراحل تاریخی، در تمام مراحل زندگی، گام به گام جنبش سیاسی داره پیش میره، گام به گام جنبش سیاسی شرکت میکنه در مراحل مختلف مبارزه، و این باعث میشه که وظیفه پیشمرگ اون روزی که سلاح از کار افتاد بیشتر میشه، در میدان بازسازی، در میدان نمیدونم فعالیت‌های فرهنگی، فعالیت‌های اجتماعی، در تمام این میادین پیشمرگ میتونه نقش اساسی داشته باشه. و این اهداف در هیچ کدام از مراحل تاریخی، در هیچ کدام از مقاطع مبارزه از اهمیتشون کم نمیشه، و در واقع در تمام این مراحل اهمیت این شیوه مبارزه بیشتر و بیشتر، و بنابراین اهمیت وجود و تقویت نیروی پیشمرگ، تقویت نیروی پیشگام در جامعه، نیروی پیشگام در مبارزه بیشتر و بیشتر میشه. بله، تشکر. آیه رشیدی، به نظر شما راز محبوب بودن پیشمرگ ها در بین مردم کردستان چه هست؟ در این حالی که می‌بینیم که از اون طرف به قول معروف دشمنان کرد هم از نیروهای پیشمرگ به عنوان نیروهای دشمن خودشون شاید بگیم قلمداد میکنن و به هر حال نظر خوبی ندارن، در این حال اینکه پیشمرگ در بین مردم کرد بسیار محبوب هست، ولی شاید بشه گفت به عنوان خار چشمی از نظر مردم کرد در نظر گرفته میشه در بین دشمنان مردم کرد. شما این مسئله رو چطور میبینید؟ خب خیلی مشخصه، به خاطر اینکه پیشمرگ همان گونه که اشاره کردیم بزرگترین سرمایه زندگی خودش، یعنی جونش رو آماده است در راستای تحقق منافع عمومی مردم فدا بکنه و مصلحت شخصی خودش رو فدای مصلحت عمومی و ملی میکنه و مردم و نماد مبارزه است، و در این راستا مردم هم به خوبی درک کردن که نیروی پیشمرگ که از بطن اجتماع، از یک واقعیت سیاسی، تاریخی و اجتماعی نشأت گرفته و سر بیرون آورده، در راستای دفاع از منافع عمومی اونهاست، و خیلی طبیعیه که مردم نیروی پیشمرگ که نیروی آگاه سازی و بسیج عمومی و تشکیلات سازی در راستای بالا بردن راندوی مبارزه است دوست بدارن، و از سوی دیگه پیشمرگ در مقابل سیاست های دشمن، سیاست های نجات پرستانهی که میخواد اعمال بکنه قطع علم کرده و بر علیه ارتجاع و ستم می جنگه. یا در همین راستا همان گونه که اشاره کردیم پیشمرگا فقط دفاع نکردند، زمانی که کوچکترین حاکمیتی داشتند، کوچکترین و از لحاظ توسعه در واقع مناطقی آزاد بوده و در دست پیشمرگا بوده، پیشمرگا سعی کردند فرهنگ سازی بکنند، سعی کردند مردم رو تشویق کنند که از محیط زیست دفاع بکنن، سعی کردن که کلاس های آموزشی جهت باسواد کردن مردم راه اندازی بکنن، سعی کردن مردم را تشویق بکنن که پاکیزگی و بهداشت بهتری رعایت بکنن و استفاده بکنن، و از توده‌ای بودن ظلم در واقع، از بی ارادگی مردم جهت سرفرود آوردن در برابر ظلم تلاش کردند، کار کردند که اعتماد به نفس مردم بالا برود و در برابر ستم و زورگویی به پا خیزند و مبارزه بکنند، و افشاگری کردند، سیاست‌های ظالمانه را افشا کردند و افشا می‌کنند، و همین دلایل از یک سو باعث این شده که مردم زحمتکش و توده‌های ستم دیده پیشمرگان کردستان را از خودشون و از دل خودشون بدونند و عشق به اونها را در دلهای خودشون جا بدن، در حالی که نیروهای مخالف دموکراسی، نیروهای متضاد با حقوق شهروندی، حقوق بشر و پلورالیزم، کماکان پیشمرگ ها را سد راه توده‌ای بودن سیاست های خودشون میبینند و
ما میبینیم اگر امروز فقط بخوام یه موضوع بیارم، مردم کردستان از تمامی مناطق دیگر ایران از لحاظ سیاسی پیشرفته ترن. چرا؟ چون یک نیروی سازماندهنده به عنوان پیشمرگ همیشه در کردستان حضور داشته و در برابر ظلم و استبداد و بیدادی قد علم کرده. خیلی طبیعیه که این نیرو به خار چشم دشمنان آزادی تبدیل بشه. بله آیه حجاب، به نظر شما چرا جمهوری اسلامی همیشه سعی داره یک چهره مخرب و یک چهره منفی از پیشمرگان ارائه بده و دلیل ترس از این حالتی که در پیشمرگان وجود داره، دلیل ترس جمهوری اسلامی از پیشمرگان چه هست که این گونه اونا رو معرفی میکنه و سعی داره که این چهره مخرب رو نشون بده از اونا؟ من کمترین نگرانی که از مبارزات سیاسی ما دارم اینه که دشمن که جمهوری اسلامی در این سیاستش موفق باشه. بنابراین در این شکی ندارم که حتی اگر جمهوری اسلامی تمام امکانات و تمام انرژی و توان خودش رو هم در این راه به کار ببره، ذره ای هم بتونه در این راستا گام برداره. بنابراین جمهوری اسلامی توان اینو نداره که یه چهره مخربی از پیشمرگ ارائه بده. ولی اینکه جمهوری اسلامی این سیاست رو پیش میبره، در واقع به دلیل ترس جمهوری اسلامی از آگاهیه مردم کردستان و محبوبیت پیشمرگ در جامعه کردستانه. چون جمهوری اسلامی از این هراس داره که پیشمرگا به شیوه آزادانه بتونن در جامعه نقش پیشگامی خودشون ایفا کنن. جمهوری اسلامی به عنوان نیرویی که خلاف مسیر تاریخ حرکت میکنه و پیشمرگان رو به عنوان صد اصلی این انحراف تاریخی خودش به حساب میاره، در واقع همه هماغم خودش رو به کار میبره که جلو به نفوذ و پیشرفت پیشمرگان، فعالیت پیشمرگان و ایده پیشمرگان رو بگیره. ولی در این من هیچ تردیدی ندارم که جمهوری اسلامی ناتوانتر از اونه که بتونه در این راستا حتی یک سانت جلو بره. بله آقای رشیدی، به نظر شما در مناطقی که یک زمانی تحت نفوذ پیشمرگان بود، وضعیت اونجا چه از لحاظ اجتماعی، چه از لحاظ برخورد مردم با نیروهای پیشمرگ و با زمانی که نیروهای پیشمرگ در اونجا وجود نداشتن، حضور نداشتن، این تفاوت‌ها چگونه است؟ اگه اجازه بدید در رابطه با سوالی که از آقای حجاب به عمل آوردید، من خیلی کوتاه نظر خودم رو بگم. البته جمهوری اسلامی ایران همیشه در تلاش بوده و خواهد بود که نیروی پیشمرگ رو بدنام بکنه، اونو وابسته به بیگانگان معرفی میکنه و ما میدونیم این خودش سرچشمه از این حقیقت و از این واقعیت سرچشمه میگیره که نیروی پیشمرگ از مردم کردستان و مردم کردستان همچنان پیشمرگ در تضاد با سیاست‌های جمهوری اسلامی ایرانند. اگر ما دقت کرده باشیم، حتی در این اواخر می‌بینیم که جمهوری اسلامی ایران افراد گماشته و مسلح خودشو به جون مردم می‌اندازه، سعی می‌کنه شب‌ها اونها را سازماندهی بکنه و از طریق زور و ایجاد ارعاب و وحشت از مردم پول بگیرن، دزدی بکنن، قتل بکنن، به حقوق مدنی مردم تعرض بکنن و همیشه تلاش کرده که این نیرو را، نیروی پیشمرگ یا وابسته به احزاب سیاسی کردستان، قلمداد بکنه و معرفی بکنه، در حالی که مردم کردستان ایران همیشه پناهگاه و در واقع سرپناه و کمک